عنوان رسانه ایرانگرایان. باز هم با شما هستیم در یک برنامه دیگه و در یک گفتگوی دیگه در پیشگاه بانو دکتر آرتمیس اهورای نازنین. درود و آفرینم به پیشگاه شما بانو آرتمیس نازنین. درود بر شما بانو پردیس گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه امروز. سپاسگزارم که باز همین هنگام رو به ما میدید تا بتونیم با شما گفتگو کنیم، از نگرش شما، بینش شما و پژوهش شما بهره مند بشیم. باز هم در یک گفتگوی دیگه و یک جستار دیگه ای هستیم. دوستانی که ما رو دنبال میکنن میدونید که هر بار با شما یک جستار رو بررسی خواهیم کرد. این بار این جستار در مورد تأثیر جنگ‌های پیاپی بر زنان خاورمیانه هست. همونطور که میدونید تاریخ سرزمین ما تاریخ بسیار دراز با فراز و نشیبی هستش و بسیار دراز مدت و به درازا ما تاریخ داریم. تاریخی پر از حوادث و رویدادهای تاریخی که بسیاری از اونها با خونریزی بوده، با جنگ بوده، جنگ‌های پیاپی بوده و به ویژه در خاورمیانه رویدادهای بسیاری رو پشت سر گذاشتیم. چه تأثیر و سوهشی بانو آرتمیس نازنین این جنگ ها داشته بر زنان و چرا بر زنان ما این رو بررسی میکنیم؟ سپاسگزار میشم که پاسخ شما رو بشنوم. بانو پردیس گرامی، همطوری که ما میدونیم در خشونت های میشه گفت چند دهه اخیر در منطقه خاورمیانه و ترس هایی که گروه های نظامی و شبه نظامی گوناگون در منطقه ایجاد کردن، حالا اول از طالبان آغاز شد، بعد القاعده پیدا شد، بعد داعش آمد، بعد دو مرتبه طالبان آمد و خب پیشتر از همه این هم که خب انقلاب ما بود و جمهوری اسلامی بر سر کار اومد که خودش یکی از بزرگترین گستراننده های وحشت و خشونت در منطقه و میشه گفت تقریبا در همه جای جهان بوده، با ارسال تروریست های خودش به همه جهان و با کارهای بسیار بسیار غیر انسانی که در گوشه گوشه جهان و به ویژه در خود ایران انجام داد علیه هم مردان ایران، هم زنان ایران، هم کودکان ایران و هم کل در واقع میشه گفت تمامیت ارضی ایران و هویت ایران که میتونیم بگیم تمام اینها موجب شد که یک تخریب بزرگ بر در واقع میشه گفت انسانیت در منطقه خاورمیانه ایجاد بشه. حالا میگم هم بر مردان هم بر زنان، ولی از آن جایی که تأثیر جنگ در هر منطقه‌ای که اتفاق میفته روی میده بیشتر بر زنان آنجا ماندگار میمونه، ما در منطقه خاورمیانه متاسفانه جنایات خیلی خیلی تکان دهنده ای درباره زنان دیدیم. حالا منهای اون کشتارهای وحشتناک و تجاوزهای دست جمعی که طالبان، داعش، القاعده و همه اینها یکی پس از دیگری انجام میدادن، بلکه به بردگی گرفتن زنان و ادامه اعمال خشونت در زندگی روزانه زنان، خرید و فروش زنان، عین دقیقاً دوران بردهداری در جهان، اتفاقی که در همه جای جهان دیگه منسوخ شده، حداقلش به صورت خرید و فروش برده دیگه نیست، حالا ممکنه که به صورت تن فروشی یا قاچاق انسان‌ها برای تن فروشی باشه، ولی این دیگه یه چیزی نیست که بر خلاف میل اون زن‌ها انجام بشه در هیومن ترافیکینگ یا به اصطلاح قاچاق زنان در همه جای جهان. ولی در مورد زنان خاورمیانه این کاملا به صورت بردگی گرفتن، اسارت و تجاوزهای گروهی و به ویژه بر کودکان، دختر بچه ها، پسر بچه ها در این منطقه این اتفاقات جنایتکارانه اتفاق افتاد، کاملا برخلاف میلشون، و به نظر میرسه که پس از اون ما دقیقا یک وقفه بسیار بزرگی در آموزش و پرورش زنان و در اشتغال زنان در ناحیه خاورمیانه دیدیم. من همینجا یک نکته و کمانی رو میخوام یادآور بشم. شما فرمودید به ویژه با توجه به اینکه این رویداد واپسین در خاورمیانه در مورد طالبان بود و اشاره کردید، انگشت گذاشتید روی فروش دختران و زنان، این برآمده از اندیشه های اسلامی هست و ما در بخش پیشین من ازتون پرسیدم که چرا روی زنان، آیا این دلیل
این نیستش، بنیادش اینجا نیستش که این اندیشه ها و اون رویدادهای دست کم واپسین در مورد داعش، در مورد طالبان، اینها قوانین شریعت اسلامی رو در واقع میخوان اجرا بکنن و قوانین شریعت اسلامی هستش که بر در واقع بر ضد زنان و پاد زنان هستش و بدین روی کرد هستش که زنان بیشتر تحت تاثیر و سوهش قرار میگیرن، سرکوب میشن و تحقیر میشن، دسترازی میشه، مورد تجاوز قرار میگیرن. آیا برآمده از این قوانین نیست؟ این رو دستان بیشتر درست میفرمایید شما، دقیقا همینطوره. ببینین هنگامی که در همه جای جهان، من خدمتون گفتم مثلا قضیه هیومن ترافیکینگ یا قاچاق انسان در همه جهان شما میبینید انجام میشه، ولی شما هرگز نمیبینید مثلا هنگامی که زنان آمریکای جنوبی زنای لاتینو رو مثلا برای استفاده های جنسی حمل میکنن، مثلا منتقل میکنن به کشورهای دیگه، یا یک زمانی که روسیه در واقع شوروی بزرگ فرو پاشیده بود و این کشورها یا اتحاد جماهیر شوروی از هم جدا شده بودند، به خاطر فقر گسترده و بیکاری و اینکه اینا یک مرتبه همه اون سیستم های حمایتی دولت فرو پاشید و دیگه کمک هایی نبود از سوی دولت به اصطلاح مرکزی، خب یه سری از زنان خودشون حتی با میل خودشون اومدن و وارد این جریانات نقل و انتقال انسان شدن و عده بسیار زیاد اگه یادتون باشه از زنان اتحاد جدا شده روسیه می اومدن مثلا در دبی یا در اروپا یا در کشورهای مختلف و کار روسپیگری رو انجام میدادن و پول برمیداشتن میبردن به خونهشون. اما چنین وضعیتی که زنان رو خلاف میل خودشون دقیقا مانند دوران بربریت و دوران جاهلیت و دوران انسان غیر متمدن میشه گفت، شاید در 1500 سال پیش که در عرب این اتفاق هنوز میافتاد و شاید در 2000 سال پیش و پیش از اون که ممکن بود در جوامع دیگر بشری اتفاق بیفته، یک همچین چیزی در قرن 21 در جهان نوین اصلا در هیچ جای جهان سابقه نداره و اتفاق نمیافته. یعنی شما در نظر بگیرید مثلا در عالم مسیحیت، در عالم هندویزم، در عالم بودایزم، در عالم زرتشتی، در عالم یهودیت، اصلا شما همچین اتفاقاتی نمیبینید در دنیا امروز. حتی در جوامعی که منظورم اینه که ادیان دیگر ابراهیمی رو دارند، هم حالا چه ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، هر نوع دینی در جهان شما در امروز قرن 21 ببینید، دیگه به عرصه خرید و فروش انسان و چپاول زنان، دزدیدن، ربودن کودکان و بردن و این اتفاقاتی که در بازارهای روز، یعنی در ملأ عام، در روی جلوی چشم میلیاردها نفر در جهان، در تلویزیون ها، در رسانه ها شما این صحنه ها رو میدیدید، یا کشتار وسیعی که اینا از زنان ایزدی انجام دادن و دزدیدن و ربودنشون در زمان داعش و فروختنشون در بازارهای سوریه یا همون شام. به هر حال این اتفاقات رو فقط و فقط در کشورهایی که اسلامیست میبینید و در کشورهایی که اسلام از اون نفس واقعی خودش بیرون زده شده نشون داره میده خودش رو. یعنی نه اون چرا تو خاورمیانه همه جنگا بر اثر در واقع رویدادهایی که ما میبینیم بر اثر جنگ بر اثر به دلیل، یعنی با بنیاد ادیان هست. چرا تو خاورمیانه همیشه بنیان جنگ ها جالبه بانو پردیس، مذهبیه. خاورمیانه فقط جنگ در بر مبنای بنیاد اسلامی نیست، منظور اینه که یک عده مسلمان بر علیه یک عده مسلمان دیگه می جنگن و این حکومت مسلمان اون یکی حکومت رو ساقط میکنه که باز یه حکومت اسلامی دیگه تشکیل بده. یعنی اصلا شما چنین چیز مسخره‌ای در هیچ جای جهان نمیبینید. مثلا به عنوان مثال شما اگر که میبینید در آمریکای جنوبی کودتاهایی که صورت میگیره و حکومت ها سرنگون میشه، اینجوری نیستش که این حکومت مثلا کمونیستی میاد جایگزین اون حکومت کمونیستی، نه، ممکنه یک حکومت کمونیستی سرنگون کنه، یک حکومت نظامی میاد سر جاش. یا مثلا یک فرض میکنیم
پادشاهی رو سرنگون کردن در برخی از جای جهان و یک حکومت جمهوری به جاش اومده. یعنی عملا اتفاقی میفته، شما مثل حتی در ایران ما یک حکومت پادشاهی غیر اسلامی رو سرنگون کردن که یک حکومت اسلامی رو جاش بیارن. ولی در ناحیه خاورمیانه دیگه امروز شما ببینید مسلمین علیه مسلمین برای ایجاد یک حکومت اسلامی به جای یک حکومت اسلامی میجنگن و در این بین هر کس خشنتره، هر کس آدمکشتره پیروزتره. دقیقاً اتفاقی که شما متوجه میشین در 1400 سال پیش چگونه از سوی اعراب به سراسر جهان اتفاق افتاد. یعنی یک هر کس که خشنتر بود، شمشیر آخته‌تری داشت، سوار اسب بود، بی‌رحم‌تر بود، تازوند و بقیه رو کشت و بقیه رو به زور برده خودش خواست بکنه. این اتفاق متاسفانه در قرن 21 هم هنوز میفته و تا قیام قیامت در جاهایی که حکومت‌های اسلامی باقی هست آن ان آف، یک ممکنه هر چند گاه یک بار این اتفاق دوباره میفته. یعنی 20 سال هم که شما میبینید در افغانستان تازه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هست، میبینید که پس از یک مدت اون یه عده خشنتره آدم کشتره میان دوباره این یکی ها رو که یک ذره به اصطلاح مداراگرتر هستن رو عقب میزنن و باز دو مرتبه سر میبرن، آدم میفروشن، تجاوز میکنن، جلوی تحصیل و اشتغال زنان رو میگیرن و همین اتفاقی که شما داریم و کلیه غیر مسلمین رو از اون کشور میرونن و کلیه حقوق انسانی همه حتی مسلمین رو هم نادیده میگیرن. این پوزش میخوام، این ریشش به نگر شما در مردم شناسی، اگر با روی کرده مردم شناسی نگاه بکنیم، این برم تاریخی مردم اون سرزمین ها نیستش و اون آیا دلیلش خود اون مردم نیستن و باورهاشون؟ ببینین هر ملتی آموزش نبینن از فردا همین مردم مثلا آمریکا رو شما دو تا نسل رو ادوکییت نکنید، آموزش ندید، فضای باز درست نکنید، اندیشه ها رو نذارید در محدوده قانون. حالا مثلا آمریکا که الان دیگه متاسفانه اینطوری نیست، ولی کلا کشورهایی که به اصطلاح یک فضای آزاد سیاسی یا یک فضای آزاد عقیدتی درشون وجود داره، همین کشورها رو هم شما اگر دو تا نسلشون رو از آموزش دور بکنید و خفقان رو برقرار کنید و محدود کنید رسیدن آگاهی و سواد و دانش و اطلاعات درست رو به مردم، همینها هم میتونن احمق بشن، همینها میتونن گول بخورن، همینها میتونن در همون ورطه افغانستان بیفتن. خب افغانستان یک ملت یکسان بود با ما، تا حداقل میتونیم بگیم ما 200 سال پیش عین هم بودیم، یک ملت بودیم. از هنگامی که این بخش افغانستان رو انگلستان از ما جدا کرد برای اینکه یک مرزی بذاره بین خودش و ایران که اتفاق دیگه ای نیفته مثل حمله های نادرشاه و بتونه اون استعماری که میخواد در اونجا ایجاد بکنه، این کشور جعلی رو مثل کشور جعلی پاکستان رو که ایجاد کرد، این دوتا کشور رو ایجاد کرد، شما دارید میبینید این ملتی که از ما جدا شد چه اندازه دگرگون شد و چه اندازه نرسیدن دانش و حکومت‌های اسلامی محض و جنگ‌های پیاپی این مردم رو عقب و عقب‌تر برد و رادیکال‌تر و رادیکال‌تر کرد که به نظر من در دنیای امروز خشن‌تر، بی‌رحم‌تر و بد مسلمان‌تر از افغانستان و پاکستان ما در دنیا نداریم. یعنی اینا حاضرن سر برادر و خواهر و خانواده خودشون، زن و بچه خودشونو ببرن به خاطر اون اسلامی که همه چیزشون ازشون گرفته و خودشون نمیفهمن. یعنی در ورطه هولناک و به اصطلاح گرداب اینها افتادن که خودشون نمیدونن و با میل خودشون دارن خودشونو خودزنی میکنن و همدیگر رو میکشن و روز به روز هم به قهقرهای بیشتر میرن. حالا موضوع اینجاست که اتفاقاتی که در این خاورمیانه افتاده از زنانه نمیشه گفت جنگجو ساخته، از زنان شدیداً آسیب دیده ساخته. یعنی اگر که مثلا مثل دورانی که در تمام تاریخ ایران و منطقه ما میدیدیم زنان ایرانی سلحشور بودن، جنگجو بودن، مبارز بودن، از آب و خاکشون دفاع میکردن، از همسر و فرزند و زندگیشون میتونستن تا پای جان دفاع کنن از خاک و کاشانشون، اینها اون زنان نیستن. یعنی جنگ و ایجاد خشونت در منطقه از زنان منطقه جنگاورانه بهتری نساخته یا زنان مبارزتری نساخته که بایستن برای حق خودشون و بچه هاشون و زندگیشون و کشورشون دفاع بکنن.
بلکه از اینها یک مشت انسانهای به شدت تو سری خورده، به شدت ترسیده، به شدت منفعلی ساخته. یعنی شما اینو نه تنها در افغانستان که در سوریه میدیدید، که در عراق میدیدید، هنگامی که این داعش در مناطق وجود داشت، این زنان نمیدیدید که به غیر از یک گروه کوچکی از زنان کرد که دست به اسلحه شدن و ایستادن جلوی داعش و عده بسیارشون هم کشته شدن، ولی بقیه زنان منطقه بسیار بسیار ترس خورده و در واقع عقب رونده شدن. و این اثر بسیار بدی که داشت کلیشه های جنسیتی رو در منطقه عمیق تر کرد. اینکه زنان ازشون کاری بر نمیاد، اینکه زنان نیاز ندارن که درس بخونن، اینکه زنان نباید اشتغالی داشته باشن، زنان نباید توانمند باشن، رو پای خودشون وایستن، صدا داشته باشن. در واقع این جنگ ها کلیشه های جنسیتی رو در منطقه بسیار بسیار عمیق تر کرد، برخلاف اون چیزی که شاید مثلا در 1400-500 سال پیش در ایران اتفاق می افتاد و هنگامی که جنگ ها و نبرد ها در ایران اتفاق می افتاد بین ایران و روم، بین ایران و پیش از حتی نبرد های روم با یونان و پیش از اون نبرد هایی که ما با آسوریان یا هم آشوریان منطقه داشتیم و اون خشونت هایی که اونا می کردن، باورشون نمی شد هنگامی که زنان در جنگ کشته می شدن و کلاخودها رو برمی داشتن، نیمی از ارتش ایران در همه این مناطق شاید از زنان تشکیل می شد، در بعضی مناطق نیمی از ارتش، در برخی جاها کمتر. یعنی هر جا که حتی نیروی مرد دیگه کم می اومد، زنان این توانمندی رو داشتن که وارد عرصه نبرد بشن. اما در امروز خاورمیانه متاسفانه این اتفاق نیفتاده، به خاطر حضور اسلام، به خاطر اینکه اسلام نفساً سرکوب میکنه زنانو. جنگ هایی هم که در مناطق اسلامی اتفاق میفته توسط اسلامیون بر اسلامیون دیگه، این در واقع عقب روندن زنان رو، این کلیشه های جنسیتی رو شدیدتر و خشنتر میکنه و در واقع یک جور مشروعیت هم بهش میده. مشروعیت سرکوب زن، مشروعیت خرید و فروش زن، مشروعیت اینکه زن رو فقط به چشم یک کالا ببینن و فقط به شکل استفاده برای مرد ببینن، نه به عنوان یک هویت مستقل، نه به عنوان یک مادر، نه به عنوان تربیت کننده نسل فردا، نه به عنوان نیمی از جامعه، حتی اصلا به این عنوان دیده نمیشه. همون گونه که شما در جوامع اسلامی و هر جایی که در واقع اسلام حکم فرما میشه این حالت رو میبینید، اون نیمی از جامعه محوه، اون نیمی از جامعه در واقع یک سایه است در کنار، و حتی اگر که در ظاهر بخوان خودشونو مدرن نشون بدن، مثل امارات، مثل عربستان حال حاضر که شروع کرده به ایجاد اصلاحات، به زنان اجازه رانندگی بدن، گرفتن گواهی نامه بدن، یا به هر حال در یک پست هایی که کما بیش خیلی کمرنگ ناچارن از زنان استفاده کنن، مانند پلیس زن که باید داشته باشن برای زندان زنان، برای تو خیابونا اگه بخوان کسی رو بگیرن ببرن، یا مثلا بازرسی بخوان بکنن زنان رو باید زن داشته باشن اینا، به غیر از این نقش های در واقع خیلی سطحی و کلیشه‌ای که به زن میدن در جاهایی که ناچارن زن رو به کار بگیرن، شما در عرصه سیاست، در عرصه کلان اقتصاد، در عرصه کلان تصمیم گیری های اجتماعی، تاثیرگذاری برای آموزش و پرورش و این حرفا، شما زنان رو عملا در کشورهای اسلامی نمیبینید. و اگر هم در کشورهای، برخی از کشورهای اسلامی مثل الجزیره، مثل مراکش و اینها زن رو میبینید، اینا به خاطر اینکه اینا مستعمره کشورهای اروپایی بودن، یعنی مثلا الجزایر یا مراکش، به خاطر اینکه این کشورها دو زبانه هستن، فرانسه و عربی صحبت میکنن و فرهنگ فرانسوی در اون کشورها بوده و مردم از اون عرصه 100% اسلامی یک درجه گذر کردن، حالا مثلا ممکن زنان معلم ببینین، زنان فروشنده ببینین، زنان در عرصه های گوناگونی در اجتماع کشورهای آفریقایی مثل مصر، میگم مثل مراکش، مثل الجزایر یا اینها، ممکن شما اینجور جاها زنان رو یک کمی بهتر ببینید تا در کشورهایی که در خاورمیانه هستند و نفسن و ماهیتن عرب شدن دیگه.
بانو آرتمیس، من اینجا پوزش میخوام از شما، من اینجا میخوام نکته رو پس از این جنگ ها که شما فرمودید که همه برپایه این هستش که اون مذهب خودشون رو، باور مذهبی خودشون رو چیره کنن بر سر مردمان و مردمان هم از روی باورهایی که دارند گاهی به زور گاهی خواسته میپذیرند و پذیرا هستند. قوانینی که بر اون جوامع و همبودگاه ها در واقع حاکم میشه و چیره میشه و حکم فرما هست، اینها قوانینی هستش که به حکم فرمایان، به مردان، به ویژه در خانواده ها به مردان این پروانه داده میشه، اجازه داده میشه که در پناه قانون آنچه رو که میخوان انجام بدن. برای نمونه سنگسار، قتل‌های ناموسی ما داشتیم در همین ایران کنونیمون، شوربختانه قتلی که پدری با داس سر دخترش رو میبره به خاطر روابط میفته و هر روز از اونها رسانه‌ای نمیشه. بله. خشونت های گفتاری، حالا گفته میشه کلامی، خشونت های کلامی و گفتاری که شاید خیلی کسان ناخواسته و خیلی کسان خواسته این رو به زنان در واقع احاطه میکنن و در پناه قانون، قانون اینا رو پشتیبانی میکنه، قانون هرگز براش مجازات و پادفرهی نداره و این زنان هستن که باید همیشه دایره نشست خودشون رو، دایره گفتار خودشون رو، گردش خودشون رو و بودن خودشون رو در اون همبودگاه کوچک و کوچک و کوچکتر بکنن. چه باید کرد با اینها؟ و این همه سرکوبی که در پناه قانون داره رخ میده، چطور میشه که در ایران در پس این چه باید کرد؟ شما همونطور که فرمودید زنان سرکوب شده داریم، ولی ما میبینیم که همکنون زنانی رو داریم همچون سویلا حجاب در بند هست، باز هم آزادی خواهی خودش رو فریاد میزنه. ما هنوز همچنین زنایی رو داریم و بسیارانی که هنوز شاید خیلی هاشون رو همچون سویلا حجاب نه نامش رو شنیدیم نمیدونیم. اینا چطور از کجا زایده میشن پس در یک همچین جامعه که این همه سرکوب هست؟ بانو پریسا گرامی، خیلی نکته خوبی است. ببینید، این که شما میگین که قانون علیه زنانه، اصلا در کشورهای اسلامی این کار تعمدن هم انجام میشه. یعنی شاید اگر شما برمیگشتید به عرب عربستان قبل از اسلام، زنان در عربستان خیلی آزادی های بیشتری داشتن تا پس از اسلام و میبینی که مثلا زنان بازرگان بودن، خود خدیجه مثلا همسر بازرگان بزرگی بود، یهودی هم بود، یهودی اصلا بود، خب موقعی که هنوز اسلامی نیامده بود، در کعبه بت‌های زن داشتن. بله، و زنان حداقل یه زندگی نرمال عادی رو برخلاف تبلیغاتی که سعی کردن اسلامیان انجام بدن که زنان رو زنده به گور میکنن، نه اصلا چنین چیزی نبود. و اتفاقی که افتاد پس از اسلام، دایره حیات زندگی زنان کلا خیلی محدودتر شد. قوانین اسلامی هم در چنین کشورهایی برای زنان، یعنی نیمی از جامعه، دقیقا نقش بازدارندشون رو داره و این قوانین رو مخصوصا میذارن چون میدونن زنان اگر قوانین بازدارنده نباشه میان جلو و نمیذارن یه همچین خشونتهایی در جامعه گسترش پیدا کنه و بهشون زور گفته بشه، هرچند که به عنوان نیروی در واقع میشه گفت منفعل در این جامعه وجود دارن فعلا، ولی اگر این قوانین سفت و سخت اسلامی رو بردارن، این زنان پروبال باز خواهند کرد و خودشون میشن مانع بازدارنده گسترش خشونت در خاورمیانه و اونا اینو نمیخوان. از این رو هست که تمام قوانینی که استفاده میکنن، حتی آزادی های پایه رو، مثل دوچرخه سواری، مثل رانندگی رو در خیلی از کشورهای خاورمیانه، حتی آزادی های پایه رو از زنان میگیرن که به زن اینو بفهمونن که تو هیچی نیستی و ما هر جور بخوایم میتونیم جلوی قدم از قدم برداشتن تو رو حتی بگیریم. از این رو هست که میبینین که الگوهای اقتدارگرا و خشونت آفرین عمومی رو دولت‌ها در این مناطق اعمال میکنن برای اینکه خودشون میخوان این اسلام با همه خشونت اسلامیش در منطقه باشه، برای قدرت به دستشون بمونه
و قدرت از دستشون گرفته نشه و چه بهتر از اینکه بتونن زنان و نیمی از جامعه رو کلا فلج بکنن و اینو ادامه بدن برای که جنریشن بعد از جنریشن زن این حس حقارت درش نهادینه بشه و بگه من که نمیتونم هیچ کاری بکنم، من اصلا از در خونم اجازه نمیده شوهرم برم بیرون، من اصلا اجازه نمیده الفبا یاد بگیرم سواد پیدا بکنم. حتی برای همین میبینیم که تأثیر مخرب این حکومت ها چقدر زیاده بر جامعه و چقدر در گسترش خشونت مؤثره. حتی موقعی که جنگی نیست، حتی موقعی که جنگی نیست در کشورهایی که مثل عراق الان دیگه جنگی نباشه یا در سوریه اکنون جنگی نباشه، ولی به خاطر وجود این حکومت های اقتدارگرای اسلامی و قوانین اسلامی اجازه نخواهند داد که زنان رشد بکنن و اجازه نخواهند داد که زنان دنبال حقوقشون باشن و اجازه نخواهند داد که زنان دست اینها رو یواش یواش کوتاه کنن و به عقب برونن. در حالی که ما این اتفاقی که شما میگین در ایران میبینین که زنان آزادی خواهخوب خیلی بیشتر هستن، این دقیقا به خاطر اینی که ما در نفس خودمون در هزاره های دور و دراز ما حقوق برابر و انسانهای نگاه برابر به انسانها رو داشتیم و از این روی در نهاد ایرانیان حتی مردان ایرانی، یعنی الان شما هرچی که در نسل‌های جوانتر نگاه میکنین مردانی که در واقع از طریق این رسانه ها از طریق ماهواره ها اینا تونستن آگاهی پیدا کنن از هویت ایرانی، میبینین در ما به مرور همین طور داره این نگاه برابر انسانیمون بهتر و بیشتر میشه در نسل جوانتر به ویژه. حالا در این نسلی که انقلاب 57 رو کردن که تا خرخره اسلامی بودن و اسلام رو باورشون و از اسلام به نفع خودشون کامل استفاده کردن و زنانشون رو سرکوب کردن، دخترانشون رو سرکوب کردن، خواهرانشون رو سرکوب کردن، در هر زمینه‌ای که به نفعشون بود از قوانین اسلامی کاملا بهره بردن، مانند ارث، مانند طلاق، مهریه ندادن و هر جایی که تونستن قوانین اسلامی به نفع خودشون استفاده کنن کردن، تا اینکه رسید به این نسلی که شما دارید میبینید هرچه بیشتر با جهان مدرن آشنا شدن و با هویت ایرانی خودشون هم بیشتر آشنا شدن و فهمیدن که در تاریخ گذشته ما چگونه زندگی میکردیم، چه نگاهی داشتیم به زن و مرد، بهتر و بهتر شده این قضیه در ایران و زنان ما صداشون رساتر و رساتر شده و عده بسیاری رو میبینیم که اینو میگیرن در زندان، اون یکی صداش در میاد، اونو میگیرن میندازن زندان، اون یکی از یه جای بلند میشه. یعنی در گوشه گوشه حتی در روستاها و جاهای دور افتاده ایران ما زنان با صدای رسا داریم و زنان معترض و مبارز داریم و اینها نشانه هایی است از اینکه چقدر یک فرهنگ چند هزار ساله در یک کشور میتونه تفاوت ایجاد کنه بین ما با زنان عراقی، با زنان سوریه، با زنان لبنان، میدونین در نواحی گوناگون با زنان پاکستان، با حتی زنان افغانستانی که در 200 سال اخیر کاملا اسلامیزه شدن و کاملا از حقوق انسانیشون خالی شدن. اتفاق دیگه که ما در ناحیه میبینیم میفته اینه که تأثیر مخرب این جنگ های پیاپی روی نسل بعد خیلی زیاده. یعنی مادرانی که عادت بکنن به این که خفه باشن، عادت بکنن به این که یک ابزار استفاده توسط مرد باشن، که این اتفاق در افغانستان خیلی خیلی به شدت داره میفته و این خشونتی که در علیه زنان اتفاق میفته یک خشونت تصورناپذیر در قرن 21. در جامعه افغانستان ما با جامعه طرفیم که یه نفر که زن میگیره، مثلا پسر خانواده زن گرفته آورده، باور نکردنی است و چگونه اینا چشمشون رو میبندن روی اتفاقاتی که دور و برشون میفته. یه نفر زن میاره تو خونه، تمام مردان اون خانواده، تمام محارم دارن غیرقانونی از اون زن استفاده میکنن، باور نکردنی است. و اینا داکیومنت هایی که می اومد از افغانستان بیرون اینا رو بارها و بارها در یوتیوب به ما نشون داد. زن اون زن حق اعتراض نداره و اگر اعتراض کنه به اعتراض، بله، اولین کسی که میکشتش شوهرشه، تکه تکش میکنن و پدر شوهرش، برادر شوهراش، همه اینا میریزن و اینا تکه تکه میکنن در جامعه ای که تا خرخره تا بیخ دندونشون اسلامی هستن و تمام قوانین حامی مرده و هیچ گونه اجازه ای نمیدن، هیچ گونه نفس کشیدنی زن در اون کشور نداره به میل خودش. و شما دیگه فیلم ها رو همه جا دیدین، تجاوز هایی که به کودکان در افغانستان میشه و همه افغانی ها اصلا انگار این کارن.
یعنی یک جامعه کثیف و آلوده و پلشتی در اونجا درست شده که از بچگی تمام افراد دارن ابیوز میشن، سوء استفاده بهشون میشه، مورد تجاوز قرار میگیرن توسط محارم، توسط اطرافیان، توسط خانواده، توسط افراد کوچه و خیابون. اون یه فرهنگ میشه در اون جامعه و مینشینه و خودشون بزرگ میشن تجاوز. تمام این بچه‌هایی که بهشون در کودکی تجاوز شده بزرگ میشن، تمامشون این پدرها و پدربزرگها و عموها و داییاشون با نسل بعد رفتار میکنن، با زنان، با دختران، با فرزندان، با بچه ها، این همون نسلی که با خودشون همون گونه که رفتار شده رفتار میکنن. و این تأثیر مخرب، یعنی نسل اندر نسل داره در خاورمیانه عین یک چرخه معیوب میچرخه و تا زمانی که این حکومت های اسلامی اونجا برقرار هستن این فجایع در اون مناطق اتفاق میفته و این تأثیرات مخرب به زنان اون منطقه روی میده. تنها یک راه نجات برای کل خاورمیانه وجود داره. تا موقعی که ما بتونیم این در واقع مردم خودشون به این بیداری و آگاهی برسن، فقط باید آموزش داد و روشنگری کرد. زنان افغانستان در این 20 سالی که حکومت طالبان دستش کوتاه شده بود، درسته که حکومت اسلامی بود، ولی حداقل اینا اجازه پیدا کردن آموزش ببینن، وارد مدرسه بشن، یک جنریشن اومدن بالا، تونستن آموزش و پرورش و دانشگاه رو به خودشون ببینن، سر کار برن، با اینترنت آشنا بشن، با شبکه‌های اجتماعی، با تلفن، تلفن‌های همراه، با همه این کامیونیکیشن و به اصطلاح رسانه‌ها آشنا بشن و دختران و زنان افغانی رو در جاهای دیگه جهان ببینن، دختران و زنان ایرانی رو ببینن، هم در کنار خودشون در کشور پهلوی خودشون، هم در سراسر جهان دختران و زنان تاجیکستان رو دیدن و کشورهای دیگر فارسی زبان ازبکستان رو دیدن و دیدن که حداقل حقوق انسانی رو در خیلی از جاها اینا پیدا کردن، اینا چشماشون باز شد. مهم نیست که طالبان عوض بشه یا نشه، مهم اینه که زنان افغانستان تغییر کردن در این 20 سال و برای همینه که شما الان تظاهرات میبینید از زنان افغانستان در شهرهای بزرگ، اعتراضا رو داری میبینید، این که یاد گرفتن زنان صدا داشته باشن، اعتراض کنن بر اون چی که میره، زنان روزنامه نگار، زنان وزیر، وکیل، تحصیل کرده، دکتر، نمیدونم معلم، زنانی که اومدن در عرصه اجتماع و تونستن از حد اقل زنان بسیار روشن اندیشی رو ما از افغانستان داریم به راستی و بله بله و ما یه سرافرازی از من خودم چند زن افغان رو میشناسم، بسیار از دوستان بسیار خوب هستن. همینطور هستش با آرتمیس نازنین. 10 دقیقه مونده تا پایان گفتگومون، من از شما یک پرسشی دارم. حالا ما یک زبان زدی داریم، میگن که چرا که به خانه رواز و مسجد روان نیست. ما هم داریم در سرزمین خودمون هنوز در بسیاری از شهرهای کوچک خودمون در ده‌ها روستاها به نام آبرو، به نام ناموس، زنان بسیاری کشته میشن، سرکوب میشن و حق ندارند که حق خودشون رو بدونن، حتی چه برسه که بخوان. و اینها همه با چاقوی به نام آبرو، حیا و یک همچین نامهایی ناموس داره سر زنان بریده میشه. چه باید کرد با اینها و چقدر این جامعه خودمون، جامعه کنونی اسلامی ایرانمون این پروانه رو به زنان داده یا میده که زنان حق خودشون رو بدونن؟ و از اونجا که میدونیم که زنان اصلا مردم رسانه ملی میهنی ندارند، باید چه کرد؟ درسته، بسیار سوال خوبی است. این یک پرسشی است که شاید خودش یک برنامه داشته باشه، ولی من در اینجا خیلی کوتاه بخوام بهتون بگم، ببینید خوشبختانه ما در ایران یک چیزی اتفاق افتاد، علارغم تمام سرکوبی که جمهوری اسلامی در 4 دهه کرده، به خاطر اون خدمات بزرگ رضا شاه بزرگ، یعنی این در آوردن قول از چراغ جادو، کشف حجاب در ایران، به زنان این رو نشون داد که شما هستید. این در جوامع اطراف ایران اتفاق نیفتاد و حتی اگر امروز داره در کشور در قسمت‌های مختلف این خشونت‌ها علیه زنان روی میده، این نشون میده که زنان
پیش از این که اون خشونت علیهشون اتفاق بیفته یک چیزهایی درباره خودشون میدونن، خواسته هاشون، تمایلاتشون، آرزوهاشون، توانایی هاشون که موجب میشه یک کاری میکنن که این مردان اسلامی در واقع اسلام زده مرد سالار چاقو رو به روی اینها میکشن. یعنی این تفاوتی است که کشور ما شاید با خیلی از کشورهای منطقه داره و این بزرگترین جای امیدواری است در ایران. هرچند که من شخصا بر این باور هستم که همه ما انسان ها چه زن و چه مرد باید بر اساس اتیک، اخلاق، شرافت، راستگویی و راستکرداری زندگی کنیم، من اصلا موافق نیستم با زنان یا مردانی که در حاشیه و در چارچوب زندگی خودشون نارو به هم بزنن یا همدیگر رو به اصطلاح دور بزنن یا به هم بی در واقع میشه گفت بی احترامی کنن یا خیانت کنن یا همدیگر رو آزار بدن. من مخالفم کاملا با این برای زنان و برای مردان و اینو خوشایند نمیبینم، ولی این بخشش رو قابل قبول نمیبینم به هیچ روی که شما در هر صورتی، در هر اتفاق حتی اخلاقی که در یک خانواده میفته که ضد اخلاقی است، در واقع اتفاقی میفته که موجب خشم در زن یا مرد نسبت به همسر خودش میشه، من و شما و هیچ انسانی این حق رو نداریم که به جای حل کردن مشکلمون با خشونت همدیگر رو آزار بدیم، به هم آسیب بزنیم، چه زبانی، چه فیزیکی، چه دیگه در نهایتش به قتل یا اتفاقات فجیع و مجرمانه دیگه که اتفاق بیفته. این بخش رو ما باید در جامعه آموزش بدیم که ما بایستی برای مشکلاتمون راه حل عقلانی و خردمندانه پیدا کنیم. اگر در یک خانواده اتفاقاتی میفته که به اصطلاح غیر اتیکال یا غیر اخلاقی یا غیر به اصطلاح عرف جامعه و جهان میتونیم بگیم هست، چون در هیچ جای جهان خیانت یا نارو زدن نه از طرف زن به مرد نه مرد به زن کار پسندیده ای نیست، ممکنه که از نظر قانونی در خیلی از کشورها قانونی براش تصویب نشده باشه، اما اخلاق و عرف همه جوامع یه همچین چیزی رو تا کنون تا امروزه نپذیرفته و من فکر نمی کنم تا انسان باقی است یه همچین چیزی برای اینکه آسیب هایی که انسان ها از نظر روحی و احساسی می خورن غیر قابل پذیرشه که ما بتونیم اینو قانونی کنیم. اما راه مواجه شدن با چنین مشکلاتی رو ما باید بلد باشیم. به فرض اینکه یک همچین اتفاقی چه از سوی زن چه از سوی مرد میفته، راه حلش کشتن یکدیگر نیست، راه حلش کور کردن همدیگه نیست، اسید پاشی به همدیگه نیست، نمیدونم نابود کردن زندگی طرف مقابل نیست. ما بایستی بدونیم که همه مسائلی که در جوامع اتفاق میفته اولا مختص جامعه ما نیست، در همه جا اتفاق میفته. بعدم این که هر مشکلی به غیر از مرگ یک راه حلی داره و اون راه حل خردمندانه رو ما اگر بذاریم و آموزش بدیم در جامعه، نمیگذاریم جامعه به اون جایی برسه که مردش اسید دستش بگیره را بیفته که چرا دوست دختر من جواب رد داده به خواستگاری من، یا چرا رفته با کس دیگه ازدواج کرده زن من نشده، یا چرا خانم من به کسی نگاه کرده یا از کسی دیگه خوشش اومده. حالا خود من هم نگاه نمی کنم که چه اندازه مشکل دارم و من رفتارم چیه و حرکاتم چیه و من خودم دارم چه غلطهایی ممکنه چه اشتباهاتی در زندگیم می کنم که رسیده زندگیم به اونجا. اما میخوام بگم که اگر آموزش در جامعه ایجاد بشه که ما انسان‌های متمدنیم، ما سیویلایزدیم، ما در دورای انسان نخستیم، زندگی نمی‌کنیم که همدیگر قیمه قیمه بکنیم و نیزه به همدیگه پرتاب بکنیم و چاقو به قلب و شکم همدیگه فرو بکنیم. اگر ما یاد بگیرن مردممون که پیش از اینکه مشکلاتشون اینقدر پیچیده بشه راه حلی براش پیدا کنن، حالا میتونن اصلا جدا بشن، میتونن مشاوره بگیرن، میتونن اصلا هر هزاران راه حل وجود داره که یک زندگی به اون جای نرسه یا یک خانواده به اون جای نرسه که پدر مادر سر بچه‌شون رو ببرن، بچه پدر مادر رو بکشه، خواهر برادر رو بکشه، برادر خواهر رو بکشه و اتفاقات نظیر این که در جوامع 100% غیر متمدن روی میده و ما به عنوان ایرانیان قرن 21 فکر میکنم خیلی وقت از اون مراحل گذشتیم و اینا همه در اجتماع آموزش لازم داره. سپاسگزارم از شما برای این گفتگوی بسیار نیک. بله، پس از 1400 سال رضا شاه بزرگ تخمه رو کاشت به راستی که این تخمه در زمان شاهنشاه آریامهر بذری داد و این بذر سر از خاک در آورد و
تخمه‌ای که سر از خاک برمیاره هرگز به خاک فرو نمیره. زنان جامعه‌ای که میبالند و رشد میکنند و آگاه میشند و خردمند، بیگمان در دامن خودشون فرزندانی رو پرورش میدن که فردای اون هم بودگاه اون ملت، ملت آگاهی خواهند شد و فرزندان آگاه نمیگذاره که یک سرزمین بخواد سقوط بکنه. و این تخمه رو پس از 1400 سال شهریاری به نام رضا شاه بزرگ برای ما این بذر رو کاشت، روانشون شاد و فرشون همواره زنده باد. سپاسگزارم از شما بانو آرتمیس نازنینم برای این گفتگوی بسیار نیک و سپاس از یکایی که دوستانی که با ما همراه بودن، چه در رسانه ایرانگرا در یوتیوب و چه در اینستاگرام چیستا، دوستانی که با ما همراهی میکردن، بسیار از شما سپاسگزار هستم. ما ایران را از بلندای دماوند و شکوه تیزبون و طوس و سمرقند و بخارا به پهناوری آبی نیلگون شاخها به همیشگی پارس مینگریم و میخوانیم. همچون همیشه ستایم دو فر، یکی فر ایران دیگر فر شاه. پاینده ایران و سپاس از شما بانو. پاینده ایران بدرود.